شبنم، خیلی ناراحت کننده است. میبینیم که مراسمی مثل مراسم خاکسپاری و مراسم دیگه اینطوری به خشونت کشیده میشه و به مردم حمله میکنن. چه اطلاعات بیشتری داریم در این زمینه؟ از خون جوانان وطن لاله دمیده این سطری است که بالای آگهی ترحیم مراسم سوم عرفان زمانی نوشته شده. خانوادش آگهی منتشر کردند که در اون اطلاع دادن از مردم خواستن که برای امروز ساعت 4 بعد از ظهر مسیر رو مشخص کردن در این آگهی تا مزارش که مردم سینه زنی و عزاداری کنن. منتها از همون قبل از اینکه اصلا این مراسم شروع بشه، تمام راه‌های منتهی به لاهیجان و اون منطقه‌ای که در واقع قرار بوده که مراسم برگزار بشه بسته شده. پلاک‌هایی رو که در واقع می‌خواستن وارشان از شهرهای دیگه، چون این آگهی و در واقع فراخوان گسترده‌ای بوده که نه تنها از طرف خانواده بلکه از طرف گروه‌هایی که فعال هستن در استان گیلان داده شده بود که مردم از شهرهای دیگه مثل آستارا و جاهای مختلف بیان و به این مراسم بپیوندن برای اینکه همدردی کنم با این خانواده. اما مسیرها به این شهر بسته شده بود، به سمت سیاهکر همه راهها بسته بود، یعنی فقط پلاک سیاهکر میتونست تردد کنه و وارد شهر بشه. به هر حال جو به شدت امنیتی بوده و زمانی هم که مردم میرسن به این مراسم میبینن که درهای جایی است به اسم بقعه، باید پیدا کنم اسمشو، اسم این آرامگاه در سیاهکر، اونجا رو برفجان، بله بقعه برفجان، اونجا رو کلا درش رو بسته بودن. یعنی میله های نرده هایی هست که ما در تصاویر هم دیدیم که اساسا اجازه ندادن حتی برن سر مزارش. بنابراین مردم پشت تجمع میکنن و در اونجا میگن که شعار میدن، اینها گاز اشکاور به سمت مردم شلیک میکنن و درگیری میشه. کار به جایی میرسه که اعتراضات به سطح شهر کشیده میشه، تجمع جلوی فرمانداری این شهر در لاهیجان در واقع اتفاق میفته. الان همکارانمون شبنم میگن که ویدیوهایی که تازه داره میرسه نشون میده که مردم هنوز هستن و شعار مرگ بر دیکتاتور دارن. همینطوری که میگه همینطور داره در واقع تصاویرش به دستمون میرسه. یه روز بارونی، انتظار برای نبوده که این همه جمعیت بیان، ولی مردم خیلی زیاد و گسترده اومدن و در واقع الان در از دست نیروهای سرکوبگر کنترل خارج شده، به خاطر اینکه اون منطقه رو میخواستن در واقع کنترل کنن، ولی مردم دیگه اومدن در سطح شهر دارن شعار زن زندگی آزادی مرگ بر دیکتاتور میدن و فعلا تا این لحظه که ما داریم تصاویر رو میبینیم درگیری همچنان ادامه احتمالاً داره. تا چند ساعت دیگه ویدیوهای بیشتری هم به دستمون برسه از مراسم سوم عرفان زمانی. ممنونم از تو شبنم آذر اینجا در استودیو.